قبلی ما زمانی که در صفات اجتماعی دست به دست شد که شما در اوج دعا کردین که یک مرد مسلمان همزمان میتونه که بیشتر از 4 زن داشته باشه. تمام نظریات را که ما از هموطنان ما گرفتیم در صفحات بسیار معتبر در فیسبوک، در اینستاگرام به نشر رسید. تمام کامنت ها و تمام نظریات که ما از هموطنان ما، چه آقایان بود و چه خانم ها بود، ما گرفتیم مخالف عقاید و باورهای شما هست و اونا ادعای شما را کاملا مردود و نادرست میخوانند. درست؟ جواب میخوان. تمام هموطنان ما چه در داخل از چه در داخل کشور هستن، چه خارج از افغانستان هست، یعنی شما میگین که در بین تمام نفوسی که افغانستان داره، چه در داخل هستن چه در خارج هستن، فقط شما درست میگین و تمام مردم، چه آقایان چه خانم ها غلط میگن. مخصوصا مخالفین شما بیشتر از آقایان بود که شاید شما خودتان دیده باشین در صفحات اجتماعی. اینمی کسایی که ضد چهار خانم هستن، متوجه شدینی؟ بله. و شمایی که از اونا میگین که اینا گفتن، اینا با عرض احترام، اینا نه الف میفهمن نه بیرن، نه قرآن میفهمن نه سرطن، همه نافهم هستن. ده ای شک شبه نیست. اونا علمی را که ما دارم امو زربین شما ندارن، هیچ کس در افغانستان ندارن. نه خیر، این علمی را که من دارم کس نداره، هیچ در دنیا نداره، تو در غم افغانستان هستی، در امریکایت نداره. ما چلنج میتم امریکا را، چلنج میتم اروپا را، چلنج میتم بیاین کلشان جمع شون به شمول هاروارد، که ما خودم در هاروارد رفتیم درس هم خواندیم. نه البته جواب مشخصه، جواب مشخصه برای سوال که همه قدر صحبتهایی که حالی کردن، اگه من هم دختر میبینم اینا را به عنوان شوهر قبول میکردم. یک زحمت بکشین کارش هم همی کنم، بلکل یک داکیومنتری ما از زنای زیمه سازم. اگر اینا برای ما به اثبات ساختن که از لحاظ روانی همی 4 زن ازی بین هم مشکل ندارن و اینا تانستن که عدالت، بازم بر شما میگم بسیار حالا عدالت در بین 4 زن امنن. از لحاظ جنسی محبت نگوین، محبت نگوین، محبت یک شاخه گل دادن است. ولی ببینید امورم ببرتان میگیم از نگاه جنسی که شما میگین، اگر ما کده اضافه تر در دنیا اندمی عصر کس برای زن خود داده بود مر جریمه که میکنیم. خلاص دیگه چی میخواین؟ دیگه چی میخواین؟ بیترین فلم مستند شاید جایزی اسکار میگیره. ما یک گبرتان میگیم بسیار تشکر، وعده تان است این رقم فیلم در تاریخ زندگی انسان جور نشده شما بسازین. نی چرا نمیایید؟ ما دیگه میگیم آله خود دا گز دا میدان او برادر. ما ببینین اونجا دو شکل گفتار شما، ما بر شما میاله میگم که غیر مسلکی و غیر اکادمیک است. یکی که شما مستقیم یک کس را میگین دروغ میگین، دروغ گفتن که عمله میکنین این غیر نی همیال چند دفعه خانم هم گفتین. ببینین یکی دوم دایرکت سر ما فدوا صادر میکنین که شما قرآن نمیفهمین، شما حدیث نمیفهمین. ما بر شما چی میگم؟ یک لحظه حرف ما رو گوش کن. ما بر شما میگم بیننده هم همگی هم میبینن، شما در اول گفتین که تعدد زوجات به خاطر عزیز که جلوگیری از زنا شوه، گفتین که در امریکا بله. در امریکا یک دختر یک لحظه صبر کن. اوجا گفتین که به خاطر غریزه جنسی است، حالا میگین که غریزه جنسی نیست، محبت است. خب یک بار خانم شما اینجا ششته، بله شما بله این خانما را به خاطر غریزه جنسی نگرفتین. نه خیر، پس شما با اینا هیچ نوع رابطه جنسی هم ندارین. شما ببینید نه گپ ما گوش بگی، محبت با شهوت تو فرقش نمیفهمی. پس چرا این محبت شما به همیشه وقت به 23 ساله و 24 ساله می با صدها تا زن دیگه هم از به 50 ساله چرا محبت تان؟ اول خوب اونا باید به ما هم 50 ساله هم که هسته اونا هم عریضه کردن. نه عریضه کردن خواهد ما را اسلام وقتی که ما همین 50 ساله را ایمانش فکرش چهرهش خوشم نبیه محبتم نبیه، ما حق ندارم که با ازدواج بکنم. کدام چیز خانم نعمت است؟ محبتش. محبتش محبتش هم محبت تشریح کنین چی است؟ محبت
یکی از ضرورت های انسان است. اوکی. عمل فیزیکی داره؟ بله. عمل فیزیکی داره محبت؟ عمل فیزیکی نداره. نه محبت عمل فیزیکی داره نداره. محبت صحبت کردن است. بله. ایمان با هم یک جای داشتن است. بله. توافق روحی است. بله. صحبت ها کردن است. بله. با هم شیشتن است، با هم خیستن است. باز باز دو او کل گپای دیگه که میاد بودم محبت تر میشه، او شهوت نیست. او شهوت نیست. یعنی عمل فیزیکی محبت، من اگر برتون میگم شهوت است. سلام خدمت شما خانم حیدری و مهمانانتون. میخوام یک پرسش رو از آقای جبرخیل بپرسم. که آقای عظیم گفتن که یک مردی که در جوانی بهتر زندگی کرده باشه میتونه تا سن 70 سالگی از لحاظ سکسولوژی با همسرانش رابطه زن و شوهری داشته باشه. با توجه به اینکه آقای جبارخیل 61 سال سن دارن و خودشان گفتن خانمشان 24 الی 25 سال سن دارن، یعنی 9 سال بعد همسران آقای جبارخیل پس از اینکه آقای جبارخیل به ناتوانی جنسی میرسن، سرنوشت اونها چی میشه و طبعا که رابطه جنسی یکی از موضوعات اساسی و حیاتی بین زن و شوهر می باشه. در اون زمان خانم های آقای جبارخیل شاید سنشان تا 30-34 سال برسه. بالاخره سرنوشت اونها چی خواهد شد وقتی که آقای جبارخیل سنشان بیشتر از 70 میشه؟ ممنون برادر عزیز. میتونم جواب بدم؟ بله. اول شما برادر، این برادر ما عظیم که هسته، این چیزی که گفت ای بسیار اشتباه کرد. این کدام کسی نیست که سن تعیین کنه که تا این سن تو میتونی ایره داشته باشی تا اون سن نمیتونی. مرد از نرمال است. یک دقیقه. ما با عدلیه میشه بعد از اون. گپتون درسته. اونطوری خب پادشاه عربستان تا 90 سالگی. ما یک گپتون میدونیم. ما از استثناءات صحبت میکنیم. مؤمنین استثناءات است. خب. منافقین و کفار اکثریت است. مؤمنین اقلیت ترین انسانای دنیا هستند. پیغمبر ما استثنایی ترین انسان دنیا بود. و آلا ما باعث یک مؤمن، باعث مفسر قرآن، باعث یک انسان مؤمن استثنایی در عصر و زمان، ما هم استثنایی استم. ولیکن ما در افغانستان و در جامعه سنتی افغانستان به کمبود مجتهد دچار هستیم. ما مجتهد نداریم که بین دکتر صاحب و احکام قرآنی دخیل شوه و کوشش کنه و تفسیر کنه و به ایشان بفهمانه که اصل مطلب چی بوده. تعدد زوجات در جامعه امروزی افغانستان نه بلکه در تمام دنیا یک عمل غیر انسانی است. البته پنداشته میشه. به خاطر از اینکه ماش حق یک انسان تلف میکنیم، اگر ما زن به عنوان یک انسان میشناسیم در جامعه چنین تعریف شده. ما میخوایم بفهمیم که می تاکتیک استاد، تاکتیک دکتر صاحب بر برین واش یا شستشوی مغزی یک دختر امروزی درست؟ چی هست؟ از کدام نوع تاکتیک اینا استفاده میکنن که یک دختری که با جهان در ارتباط است، اسمارت فون یا تلفن هوشمند داره، با اینترنت در ارتباط است، فیسبوک هم میبینه، چگونه میتونه که اینمی دختره وادار کنه که بیایه؟ که تو برنامه هم گفت که یک 23 ساله و یک 24 ساله در انتظار است. و در پهلوی از این ما میخواییم اون مادر و پدر محترمی را که حاضر هستن یک دختر 24 ساله شه به یک مرد 4 زنه تحویل بتن تحت هر شرایطی که باشه. اینا بسیار جالب است. ما شما خواهش میکنیم که برنامه را کمی مستندتر بسازین و برین در جاهایی که استاد تدریس میکنه، با اونا مصاحبه کنین، با اون فامیلا ببینین که اونا هم برای مردم بفهمانه. شاید چیزهایی از گنگ مانده، شاید ما نمیفهم، شاید از برکت فیلم مستند شما ما دایرکتر کنم، من همه مصاحبه دو سه زن دیگه هم شویم، شاید زنای ما، شاید مادرای ما، شاید فامیلای
80-90 درصد افغانستان هم که مخالف تعدد زوجات هستن اونا هم خبر شد. بله آقای عظیم، یک صحبت های بعدی تان رو بشنیم. جناب دکتر صاحب، چند مورد را که من یادداشت کردم از حرف ها و صحبت های آقای عظیم، یک مورد را که نه یادآوری کردن، گفتن که تعدد ازدواجات یک عمل غیر انسانی پنداشته میشه در عصر حاضر. مورد بعدی اینا میخوان بدانن که شما چطور میتونین یک دختر را متقاعد بسازین که شما را با چند همسرتان یا با چند خانمتان قبول کنه، که شما در برنامه قبلی گفتین آخرین ازدواجتان 5 ماه یا 4 ماه قبل بود که خانمتان هم در استودیو حضور دارم و ایشان هم ظاهرا راضی به نظر میرسن. دو مورد میشه شما روش صحبت کنین، یکی که من دو مورد مشخصا یادآوری کردم که تعدد زوجات یا داشتن چند زن یک عمل غیر انسانی هست و همچنان نقص کردن حقوق خانم ها می باشه، و همچنان از چه تکنیک های استفاده می کنین؟ بله، اول خب میده باید بگیم که واقعا امروز هم این مصاحبه ما تاریخی است و برای عالم اسلام تاریخی است، تا روز قیامت تاریخی میذارم. ما دو بحث داریم. ما پیشتر وقتی که شما کلیپ ها را کسایی که انداختن، کل ویدیو رو ننداختن، یک کلیپ بسیار خورده به دل خود گرفتن انداختن، ما دو بحث داریم. یکی تعدد از واجز که 4 تا اسلام اجازه داده و کسایی که مفسرین بودن و فهمیدن که تا 4 تا اجازه است، ولی در یک بحث میکنیم. یک بحث دیگه که من براتون گفتم که تحقیق ما روان است که آیا ما 4 زن تعدد از وقت به اساس قرآن ما حق داریم و یا اضافه تر 9، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم 9 خانم در یک وقت داشته، وقتی که رحلت میکنه 9 خانمشون زنده از ایشان میباشد. یک دخلی این بسیار مهم نقطه است. در موضوع اضافه تر از 4 خانم تحقیق مروان است، این بسیار مهم است، ریسرچ مروان است که بعد از اینکه ریسرچ ما مکمل شد، بعد از اون ما به شکل کسبی بر جهان اعلان میکنیم که نه تنها 4 بلکه اضافه تر از 4 تا 9 خانم یک مومن اجازه داره. یک این دو بخش بعد حالا میاییم، چون مسئله ترمی 4 خانم موضوع است. سر 4 خانم وقتی که شما میگین، پیش دیگه ما تشریحات برتان بدیم، وقتی که شما میگین که این غیر انسانی یک عمل است، پس بدون شک شما با قرآن در تکر شده این. شما قرآن قبول ندارین، قانون الله و رسول قبول ندارین، پس از دایره اسلام خارج شده این. آله درست است، من هیچ مشکل ندارم که شما از دایره قرآن خارج شده. خدا نخواسته باشه ایگه نه خود ما چونین نگاه بخواستیم بگذاریم سواتشان رد مهتمان برسن اصلا بعدن به خاطر که ایجه باز موضوع بعدن شما میتونین که ما در جامعه، ما در اول بر شما گفتان درست است، ما از اینا صحبت نه، البته جواب مشخصه، جواب مشخصه برای سوالی که همه قدر صحبتایی که حالی کردن، اگه من هم دختر میبودم اینا رو به عنوان شوهر قبول میکردم. و شما چی میگم؟ ما میخواییم به برینده ها واضح شوه که ما خدای نخواسته سر ما حکم تکفیر صادر نگرین، ما خلاف احکام قرآن نیستم. شما نگفتید این غلط نزدید. شما ببینید، شما مستقیما نمیتو گفتید، ما میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله، درست؟ هم به الله عقیده داریم، هم به پیغمبر خدا عقیده داریم، هم به سنت، هم به شریعت، همه چیز. ما گفتم ما اینجا مشکل مجتهد داریم. شما ببینین در تمام مجالس، البته اول باید تزی بگیم که ما قرآن کریم ترجمه چپتروارش نداریم، ترجمه اصطلاح به اصطلاحش نداریم. ما در 3 نوع ترجمه داریم که یکی نقطه به نقطه است، کلمه به کلمه است، اصطلاح به اصطلاح است. مثلا در سر شورای عالی صلح نوشته است که و صلح خیر. جنابشان میفهمند که آیت و صلح خیر در کجا آمده؟ در سوره النساء آمده و خداوند به خانم میگه که اگر در بین شما و شوهرتان مشکل ایجاد میشه، در صلح خیرت است. و ما میایم او را در دیگه جا استفاده.
هیچ حکم قرآن، هیچ حکم شریعت خلاف بشریت نیست، خلاف انسانیت نیست، ولی طرز استفاده ما از او حکم مشکل زا میشه. من خیلی شاک شدم دیدم ایشانم خانه میشن. خوب است که اینا هم بشینن. ازدواج شما، چند نکاح شما به خاطر غریزه های جنسی هست یا به خاطر کدام مورد دیگه؟ شما بیشتر از پیامبر گرامی اسلام یادآور شدین که چندین ازدواج را اونا داشتن، اما ایره شما بهتر میدانین که ازدواج های پیامبر گرامی اسلام به خاطر عشق، به خاطر هوس، به خاطر غریزه های جنسی نبوده و بیشتر اهداف سیاسی و مصلحت های سیاسی و بعض موارد اجتماعی نظر به شرایط آن زمان بوده است. حالا ازدواج هایی را که شما داشتین و دارین و قرار است که داشته باشین بر چه اساس است؟ شما چرا چه نیاز دارین که چندین ازدواج داشته باشین یا چندین همسر همزمان داشته باشین بیشتر از چهار که شما میگین؟ تشکر. سر تعدد ازدواج شما اصلا قرآن تعالی نفهمیدین که پیغمبر صلی الله علیه و آله امیال شما سر پیغمبر دروغ گفتین. شما گفتین که پیغمبر صلی الله علیه و آله به خاطر محبت نکاح نکرده، البته به خاطر سیاسی. این دروغ است. حالا من برات ثبوت میکنم از قرآن بر... نه نه، فقط امورم که گفتین دروغ گفتین، امورم دروغ گفتین، من براتون ثبوتت میکنم. الله در قرآن میگه فنکه ما طاب لكم من النساء، میگه با او دخترا و زنای شما ازدواج بکنین که دوستش داری، محبت داری. با کسی که محبت نداری حق نکار نداری. تایشنی چرا؟ دلیل برتان شما موضوع ساعت نمیفهمین. ما چی ضرورت داریم برای اینکه ساعت بند باشیم؟ ما غذا ضرورت داریم، آب ضرورت داریم، مسکن ضرورت داریم. بعد از او ضرورت اساسی ما محبت است. جناب دکتر صاحب، هدف شما این هست که اهداف ازدواج چندین بار یا مکرر پیامبر گرامی اسلام به خاطر علاقه او نسبت به او زنها و خانمها بود یا کدام به خاطر چی میشه؟ هیچ در اسلام بسکنین، در اسلام هیچ دختر و هیچ مرد حق نداره که تا یکی دیگر دوست نداشته باشه نکاح کنه. اون نکاح اجباری است. 80% نکاح در افغانستان اجباری است، خلاف قرآن است، خلاف امر الله است. ما یک فرد استثنایی هستین، خودتون بعد از پیامبر یک کسی هستین که مثال شما در جهان نیست, و علم را که شما دارین درست است. شما یک فرد توانا هستین. میشم من به حیث یک خانم شما چند قاضایی داشته باشم بخواه. چند خواهش داشته باشم به نمایندگی از تمام خانم های افغانستان yeah. مشکلات را که خانم های افغانستان در افغانستان میبینن، گوش های و خانم هایی که بریده شدن، خانم هایی که سنگسار شدن، خانم هایی که به آتش کشیده شدن، خانم هایی که بینیشان بریده شدن، خانم هایی که در خانه هایشان زندانی هستن، خانم هایی که به بدترین شکل و بدترین وضعیت حالا زندگی میکنن. من نمیدانم که یک انسان هستن و حق انسانی داره در یک زندانی که یک مرد برش ساخته، در او زندان تا حال زندانی هستن، حتی روی بیرون و بازار را ندیدن و همون 4 متر تکی که برشان میاره که یک لباس جور کنه بر خودشان. ازدواج هایی را که قبل از سن بلوغ صورت میگیره، 13 ساله، 10 ساله، دخترایی که بعد داده میشه، دخترایی که فروخته میشه، دخترایی که بالاش تجاوز جنسی میشه، از زنها و دخترایی که استفاده میشه، تمام این موارد و قضایا را ما داریم و در کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت رسیده. قضایی که باز شده هنوز هم به او رسیدگی نشده، دوباره بسته شده. همین مشکلات هم میتونین حل بسازین. شما یک فرد استثنایی هستین، یک آدم توانا هستین، 61 سال عمر دارین. شما چه کاری برای حل این مشکلات انجام دادین؟ میشه بر ما مشخصا سوال خوبش معقول باشه، مشخصا بر ما بگین چه کاری ما براتون حل کردیم و حل میکنم؟ چی هنوز ما در کابل میبینیم؟ نه خب حالا شما یک انقلاب، یک انقلاب سعی کنین. یک فرد استثنایی باید انقلاب برداره. شما حالا جوابتان رو ببینید، گپ خود یاد دادین، حالا جواب هم بشنوید. و به کمترین فرصت که در تاریخ افغانستان نشده، ما بزرگترین موسسه امریکایی را که IMC نام داره، International Medical Corps، که من رئیس عمومی شده که در یک وقت
50-60 امریکایی دکتر و نرس زیر دست من بود و 6000 استاف داشتم، یعنی 6000 پرسنل داشتم، دکتر، نرس و غیره. و ای تقریبا چیز کم 30 سال قبل بود.